سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره من شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز من و ستاره تو دانشگاه با هم آشنا شدیم خیلی ازش خوشم میومد خیلی دختر منطقی و خوشبر و رو خوش بود همه ای بچه های دانشگاه دوستش داشتن با همه خوشو و بش میکرد و دوست بود راستش از اینکه میون همه ی اون پسرهای دانشگاه منو انتخاب کرده بود یه جورایی به خودم میبالیدم چون واقعا ستاره خوشیکل و خوشگل و خوشبر رو بود از پدر مادرم خواستم بریم خواستگاریش ولی مادرم میگفت زوده میگفت درستون رو بخونی تموم شه بعدن اما من و ستاره انقدر اصرار کردیم تا آخر مادرم و پدرم قبول کردن بیان خواستگاری وقتی اومدن خواستگاری به خانواده ستاره گفتن اینا با هم دیگه نامزد کنن تا درسشون تموم شو و من برم سربازی بعدا ازدواج کنن خانواده ستاره هم که دیدن ما خانواده خیلی خوبی داریم و من تک فرزندم و دستمون به دهنمون میرسه قبول کردن خلاص مراسم نامزدی برگزار شد و ما دوتا با هم نامزد کردیم من خیلی ستاره رو دوست داشتم اونم هم همینطور. خیلی باهاش به هم خوش میگذشت. وقتی درسمون تموم شد، تصمیم گرفتم یه شرکت باز کنم و از ستاره خواستم که بهم به کمک کنه. ستاره هم با کمال میل قبول کرد و شروع کردیم به کار کردن. چند ماهی از تاسیس شرکت گذشته بود که من تصمیم گرفتم برم سربازی. وقتی دیدم ستاره خیلی به همه ای کارا واقفه، ازش خواهش کردم که اونجا رو خودش تنهایی بچرخونه و منم برم سربازی که زودتر کارم تموم شو و کارتمو بگیرم. ستارم قبول کرد و من رفتم خودم و معرفی کردم. اما چون تک فرزند بودم و لیسانسه افتادم تهران. از صبح تا ظهر می رفتم پادگان و بعد از زور می رفتم تو شرکت کمک ستاره می کردم. وقتی سربازیم تموم شد ستاره به هم گفت بهتر بچه دارشیم. گفت هرچی دیرتر بشه سن منم میره بالاتر و دیگه حسلم کم میشه. منم قبول کردم و ستاره حامله شد. تقریبا تا روزای آخر بارداریش میومد شرکت و به من کمک میکرد. به خاطر همین خیلی ازش ممنونم. تا اینکه روز موعود رسید و دختر ما به دنیا اومد. وقتی بچه ما به دنیا اومد مشکلات شب بیخوابی و درد سر و همه اینا شروع شد. خصوصا اینکه دخترمون زردی داشت و چند روزم تو بیمارستان موند. وقتی تو بیمارستان بود مرتب یا من مجبور بودم برم سر بزنم یا مادر ستاره. وقتی هم که اومد خونه ستاره انقدر حالش بد بود که درست نمیتونست بچه داری کنه خلاصه به جای اینکه از بچهمون لذت ببریم داشتیم کلی اذیت می شدیم. به خاطر همینم ستاره چند وقت بعدش افسردگی گرفت و دیگه به خودش نمی رسید نهماهاشو رنگ میکرد نه خونهاش درست میکرد نه حتی موهای زایده بدنش رو میزد چند وقتم که گذشت انقدر چاق شد که تمام لباسایی که داشت بهش تنگ شد اصلا ستاره شده بود یه آدم دیگه اون ستاره قلمی و خوشه کل و همه چی تموم تبدیل شده بود به یک زن چاق و قرقرو و غمگین تو خونه از یه طرف دلم براش میسوخت از یه طرف اصلا دلم نمیخواست برم خونه اینقدر که انرژی خونمون منفی بود وقتی وارد خونه می شدم می دیدم یا خوابه یا رو مبل افتاده و بچه رو گرفته بغلش داره تلویزیون نگاه میکنه. نه موهاشو شونه میکرد نه لباسش رو عوض میکرد اصلا دلم نمیخواست برم خونه هرچقدرم به خودش میگفتم یا به دوستاش میگفتم بهش بگن یا حتی یکی دو بار با پدر مادرش صحبت کردم و باهاش صحبت کردن فایده نداشت منم یه صبری داشتم توی اون مدت یه سمیناری برگزار شد که توش با یه دختری به نام پرستو آشنا شدم پرستو خیلی خوشگل بود اونم خیلی خوشگل بود موهای بلند مشکی داشت و کلی لوند بود. تصمیم گرفتم کارت شرکت رو بهش بدم. بعد از دو روز زنگ زد و با هم قرار گذاشتیم و تو شرکت با هم رابطه داشتیم. بعد از اونم مرتب با پرستو قرار میذاشتم و میرفتم این برون بر. بهش گفته بودم من زن ندارم. چون اصلا وقتی هم دیر میرفتم خونه ستاره سوال نمیکرد کجا بودی چرا دیر اومدی. اما باور کنین تمام مدت عذاب وجدان داشتم. همش چهره ستاره جلوی چشمان بود دلم براش میسوخت خب عاشقانه دوستش داشتم ولی واقعا از زندگی افتاده بودم منم مردم دلم میخواست زنم به خودش برسه دلم میخواست وقتی میرم کلید میندازم میرم تو خونه همه ای چراغا روشن باشه غذای گرم رو گاز باشه اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود منم برای اینکه عذاب وجدانم کم شه تمام این خاطرات هی مرور میکردم تا اینکه یه شب پرستو به هم گفت مهمونی دعوتی. منم قبول کردم و به ستاره گفتم میمونم شرکت کار میکنم. ستاره هم طبق معمول هیچ مخالفتی نکرد و گفت باشه. اون شب وقتی رفتم دنبال پرستو که با هم بریم مهمونی انقدر خوشگل شده بود که فقط یه رب نگاش میکردم. باورم نمیشد واقعا یه زن میتونه انقدر خوشگل و همه چی تموم باشه. البته ستاره هم خوشگل بود. ولی پرستو یه چیز دیگه بود. من تو زندگیم واقعا غیر از ستاره با کس دیگه ای نبودم. پرستو اولین زنی بود که بعد از ستاره باش آشنا شدم. خلاصه انقدر محو نگاهش شده بودم که یهو صدام زد و به خودم اومدم. گفت او چته؟ بگاز بریم دیر شد. گفتم خیلی خوشگلی. و اون شب تو مهمونی مرتب نگاش میکردم. نزدیک آخرهایی مهمونی که شد ازش خواستم بریم شرکت و با هم رابطه داشته باشیم اونم قبول کرد و رفتیم شرکت اما اون شب بعد از اینکه رابطمون با هم تموم شد زدم زیر گریه هق هقی می کردم که خودم از صدای خودم می ترسیدم پرستوهی می گفت چته چی شده می گفتم هیچی وقتی از هق هق افتادم تصمیم گرفتم همه چی رو براش تعریف کنم بهش گفتم من زن دارم و وقتی با تو هم عذاب وجدان دارم. بهش گفتم یه دختر کوچولو هم دارم. اولش هاج و واج نگاه می کرد. بعد یهو یه خودش رو جمع جور کرد و گفت تو زن داری و یک سال دنبال منی؟ بهش گفتم عصبانی نشو. گفتم بشین و خوب گوش کن. بعدم براش همه چی و کامل تعریف کردم. وقتی اینا رو گفتم گفت اون زن بیچاره چه گناهی کرده. تو به جای اینکه بهش کمک کنی اومدی سراغ یکی دیگه گفتم من خیلی خواستم بهش کمک کنم گفت چه جوری گفتم به دوستاش گفتم باهاش صحبت کنن به پدر مادرش گفتم باهاش صحبت کنن یهو تو گفت به دوستاش و پدر مادرش گفتی باهاش صحبت کنن که خوب باشه که تو لذت ببری تو نگران خودش نیستی باید بهش کمک کنی و برگردی سر زندگیت بهش گفتم آخه من تورم خیلی دوست دارم عاشقت شدم گفت نه تو عاشق من نیستی اگه عاشق من بودی و منو خیلی دوست داشتی بعد از اینکه با هم رابطه داشتیم اینجوری عذاب وجدان نمی گرفتی پس تو هنوز عاشق ستاره ای بعد از اون شب پرستو شماره تلفنی یه مشاور رو بهم به داد ستاره رو بردم پیشش تقریبا بعد از شیش ماه ستاره حالش خیلی بهتر شد بعدم یه مشاوره تغذیه به همون معرفی کرد و ستاره رو بردم پیشش و بهش رژیم غذایی داد و ستاره شد همون ستاره قدیم. با همون اخلاق و همون رویه. خدا رو شکر. الان به راحتی داریم با هم زندگی میکنیم. اما با پرستو هنوز دوستم. اما دوست اجتماعی. خیلی رفیق خوبیه. خدا رو شکر. یه وقتایی واقعا نفر سوم یه رابطه نمیتونه بدترین آدم اون رابطه باشه. یه وقتایی هم مثل وضعیت ما نفر سوم میتونه آدم خوبه باشه. میتونه آدم رو نجات بده. کمک کنه به زندگی برگرده. از پرستو خیلی ممنونم. دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست